پوشش ویژه ما هستید از هشتمین روز جنگ بین اسرائیل و غزه که از زمان یورش نیروهای حماس به داخل خاک اسرائیل از روز شنبه شروع شد. همکارم اردوان روزبه اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. شروع بکنیم با دیدار امیر عبداللهیان با اسماعیل هنیه درست چند روز بعد از دیدارش با رهبر حزب الله. بله و همچنین دیدار با محمود عباس مسئله که هست اینه که جمهوری اسلامی بیشتر داره عرض اندام میکنه. بدانید که این ملاقات ها میتونست پیش از این هم اتفاق بیفته و قبلا هم حتما اتفاق افتاده اما راجبش صحبت نکرده. این کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه یک مانور به نظر من. بیروت ملاقات داشته، حزب الله رو دیده، با سران دیگر کشورهای در حال زد و بند و در حال رفت آمده. من بیشتر احساس میکنم جمهوری اسلامی یک لابد میبینه این اتفاق که الان داره میفته، یعنی باور کرده که به هر حال اسرائیل به غزه حمله خواهد کرد و اسرائیل به حماس در اصل حمله خواهد کرد. اینجا از اون جاییست که من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره نقش آینده خودش رو تعریف میکنه در روابط بین اسرائیل، گروه‌های همراه اون و کسانی که از این پس پشت سر حماس خواهند ایستاد. من فکر می‌کنم این برنامه‌ریزی آتی است. البته قبلا این کارو در عراق کرده، جمهوری اسلامی در آسیای میانه هم این کارو حتی کرده، در افغانستان هم تلاش کرده. خب میگم این اتفاق تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که وقتی اتفاقی میفته تا جایی که میتونه منافع خودش رو می‌خواد تامین کنه میره جلو، از جایی که اون اتفاق قابل کنترل نیست برنامه‌ریزی برای آتی اون می‌کنه و به نحوی سعی می‌کنه که از اون به بعدش رو بخواد بهره ببره. چیزی که مسلمه همونجوری که قبلا هم اشاره کردم، اگر اسرائیل توان این رو داشته باشه که در کوتاه‌ترین زمان پرونده حماس رو ببنده، قطعاً هیچ جریان جانبی در کنار حماس ایجاد نخواهد شد. اما اگر نتونه اینو ببنده، به تبع به مرور یه جبهه مشترکی تشکیل خواهد شد و این جبهه مشترک اول از همه میتونه هم حزب الله باشه، کمان که امروز هم اظهار نظری در این مورد کردن در حزب الله که به هر حال آماده هستن، دست به ماشه هستن. در جمهوری اسلامی هم این اتحاد داره انجام میشه و فکر میکنم چیزی که هست اینه که با توجه به شرایط موجودی که رصد داره میشه، اسرائیل کاملا توان این رو داره که عملیاتش رو شروع کنه، یعنی در واقع یه مانور نیست. پس از این به بعدش مهمه که چطور بتونن جبهه واحدی رو در بین مخالفین اسرائیل درست بکنن. حرکت امروز دیدار با هنیه در قطر، اشاره بکنم که تصاویر چند لحظه پیشش هم که با هم دیدار کردن داریم همینجا همزمان پخش میکنم. دقیقاً دیدار در قطر کاملا به نظر من سمبولیکه. یعنی این دیدار اگه دیدار عملیاتی بود، همونجوری که بارها و بارها قاسم سلیمانی، اسماعیل قانی دیدارهای محرمانه با جریان‌های این چنینی داشتن در عراق، در سوریه، در لبنان و حتی گروه های مثل حماس و از این دست، بهتر باز هم با اون روش می رفتن جلو. اما اینکه این دیدار به طور رسمی داره انجام میشه و داره نشون داده میشه، در واقع جمهوری اسلامی داره یه چراغی رو میده، داره اعلام میکنه که در کنار حماس میخواد بیسته و در این حال به طور رسمی هم نمیخواد این کارو بکنه. 6 میلیارد پول آمده، اون مهم نیست. موضوع اینه که جمهوری اسلامی بعد از توافقاتی که داره ایجاد میشه، به هر حال داره نفتشو میفروشه. یعنی تولید 3 میلیون بشکه که حدود 1,400,000 تاش داره صادر میشه در روز، چون حدود 1,800,000ش داره در داخل کشور استفاده میشه، 1,400,000 حدود 250,000 تا در واقع منابع سوختی رو داره تولید میکنه. این الان منفعت خیلی بزرگیه برای جمهوری اسلامی. به هر حال داره چرخ مملکت میگرده، درست در شرایطی که همین تحریم‌ها هر روز هم بیشتر شده، یه راه در روه. حالا از یه طرف میخواد اون از دست نده و از یک طرف میخواد در کنار این اتفاق داره میفته وایسته. و چه اتفاق مهمتر، این که ما داریم میبینیم با توجه به شرایط ممکن، اگر در صورت عمل در سمت اسرائیل وجود نداشته باشه، به تبع مسئله مذاکرات در حوزه در شبات و عربستان سعودی و اسرائیل به نوعی میشه گفت اگر نگیم کلا یکن تلقی میشه، حداقل این که خوش شده، فریز شده و منتظر موندن. از طرف دیگه وضعیتی که در شمال وجود داره، درسته که تا الان حزب الله فقط قدم‌هایی رو برداشته و اسرائیل هم فقط پاسخ‌هایی داده، ولی واقعیتش اینه که اگر در دراز مدت در جنگ فرسایشی قرار بگیره، به تبع اینجاست که جمهوری اسلامی دلیل ملاقاتش یعنی امیر عبداللهیان با اسماعیل هنیه روشن میشه و من مطمئن هستم که با همین فرایند تا شروع جنگ و ادامه این ملاقات به اشکال دیگه هم ادامه پیدا خواهد. ممنونم از اردوان روزبه همکارم اینجا در اورشلیم با ما و به این ترتیب میرسیم به پایان پوشش ویژه امشبمون.